تذکر میده که ضربه نزنم. آقای پژمان درست کار سرمربی، آقای حسن رنگرس و پیشکسوتان آقای استفیر دودانگی، ابراهیم رمان، حمید یاری، قاسم علی عسکری و همه بزرگان کشتی در سالون حضور دارن. همچنان در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتیگیر با کولیبار از تجربه و مدال. تقاضای اختار میشه برای باند آبی، برای کامران قاسمپور. فیروزپور میزنه زیر کتفان عریف قدش، جوانتر هست و میل به پیروزی برای در اون مشهود هست. داور وسط کشتی رو سرپا میده آقای زورمند. امیرحسین فیروزپور در مسابقات نوجوانان جهان در سال 2019 مدال طلا گرفت، جوانان جهان 2021 طلا گرفت، امیدهای جهان 2022 طلا گرفت، قهرمان آسیا شده در مقابل حریف خودش که کامران قاسمپور در امیدهای جهان 2018 طلا گرفت، 2019 هم طلا گرفت، 2021 در اسلو و 2022 در بزرگسالان اون موفق شد قهرمان بزرگسالان جهان بشه، قهرمان آسیا. هر دو کشتیگیر عناوین زیادی در سطح دنیا در مقاطع سنی مختلف دارن و حالا در مقابل همدیگه قرار گرفتند. دو کشتیگیر روی دستان هم دیگه کار میکنه. همچنان در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنه. رقابت ها رو شما از دو شبکه سه و شبکه ورزش مشاهده میکنید که برای زیر گرفتن میکنه. یا زوری خم تبدیل میکنه به دو خم، این به پول میده با یه اقربک حتما میره برای فیتوش، کار به اون نمیده. همچنان کمرگیری و اینجا خاک میکنه و موفق شد دو امتیاز بگیره. یا زیرگیری ناب ایرانی رو به اجرا میذاره و اون اختارم خونسا میکنه کامران قاسمپور. یکی از بهترین زیرگیری های دنیا هست کامران قاسمپور، زیرگیری رو از جیدن کاکس امریکایی به یاد داریم. هر دو دلاور، هر دو مازنی و هر دو جویباری در مقابل همدیگه قرار گرفتن تا یک کشی زیبا و جذاب به نمایش بدن. اون یک اختار امتیاز رو دادن، یعنی یه ثانیا بلا فاصله که 30 ثانیه تموم شد زیرگیری کرد، قبل از 30 ثانیه زیرگیری کرد اما امتیاز رو بعد از 30 ثانیه دادن که حالا کشتی 2-1 میشه، 2-1 به نفع کامران قاسمپور. درسته که زیرگیری رو انجام داد اما امتیاز رو نگرفت، 30 ثانیه تموم شد امتیاز رو گرفت و داوران هم به درستی آقا ولی قاضی و آقای سید عباسی هم در جایگاه رئیس توجه قرار گرفتند و هیئت جوری هم آقا نیما صادقی، آقا مصلی پور در جایگاه هیئت جوری قرار گرفتن و کشتی‌ها رو کاملا زیر نظر دارن. برای زیرگیری اقدام میکنه فیروزپور، موفق و نمیتونه دستان هم شهری و هم مستانی خودش عبور کنه. در این لحظه وقت سیستان استراد فرا میرسه، وقت دوم مبارزه حساس و نفسگیره کامران قاسمپور. در خبر اومده که دبی تیلور هم میخواد در 92 کیلو در مسابقات جهانی اوزان غیر المپیکی شرکت کنه که هفتم آبان ماه در آلبانی برگزار میشه رقابت ها. حتی در بعضی از خبر اومده که عبدالرشید سعدالله هم میخواد بیاد به 92 کیلو چون المپیک کشتی نگرفته، دلش برای مسابقات جهانی تنگ شده، میخواد بیاد مسابقه جهانی کشتی بگیره. البته اینا خبرها اومده، روز وزن‌کشی مشخص میشه. ما امیدواریم که دیوید تلور بیاد و با حالا یا فیروزپور یا با کارمان قاسمپور ما کشتی بگیره و کشتی زیباتر باشه. میرازیم به ادامه کار در سرشاخ دستان از نایی آرنج احساس ناراحتی میکنه فیروزپور. آقای زورمند، مرتضی زورمند داور وسط تذکر میده که دقت بیشتری داشته باشن روی اجرای فنون خودشون. آستادنم از زیر اکانه برای که یک بار دیگه زیر اقدام میکنه، یک بار دیگه حریف تادرش رو به هم میزنه با یه قوس کردن از سمت مخالف، میاد از سمت چپ زیرگیری میکنه، از سمت راست قوس میکنه. هنرمندانه دو کشی کار دستاشون کار میکنه، به فن و بند همدیگه کاملا آشنایی دارن. سعی میکنه پای کامران اطراف خارج کنه، کامران بیا یه قوس با یه چرخش خالی میکنه و تادر حریف به هم میزنه و دو کشی اطراف خارج میشن. اما زانوش رو توشک بود فیروزپور را بلند میشه جای خودش. یک دقیقه و 52 ثانیه از آن نفس امیرحسین فیروزپور استران چاختر و آماده تر نشون میده از کامران تا این لحظه. اما با یه سرزی بقیر کمرگیری میده تین که هر به خود از توزن خارج میکنه من موقع یک امتیاز دیگه رو بگیره. چه کارچی لحظه هاست کامران قاسمپور. ایجاد نبود که دو سال پی در پی در فینال جدین کاکس امریکایی رو شکست داد.
دو سال پی در پی بر بعد یک بار دیگه روز دیگری عریف زده حمله خود دو امتیاز دو امتیاز هنر کشتی ایرانی رو به نمایش میذاره کشتیگیر با تکنیک کامران قاسمپور زمینی که هر دو دلاوران ایران عزیز مازندرانی پهلوان و جویباری های دلاورمون هستند اما تا این لحظه کامران قاسمپور از لحظه و فرصت ها بهتر استفاده کرده و نشون داده که فن و بند کشتی رو آزاد و کاملا بلده زیرگیری های ناب ایرانی رو به اجرا میذاره باز هم دستر شاخ زمینی که فیروزپور هم تا این لحظه خوب مبارزه کرده نیمده به بازه اومده مبارزه کنه که به خوبی زیرگیری کرد و فنی کشتی گرفت تا این لحظه باز هم در تلاش هست تا اینکه ویروتور یه قوس ها در اطفاق مزنه میره که زیرگیری کنه به دنبال اون اما خودشو جمع جور میکنه یه قوس زیبا حالا میره بر پیچ کمر یه چهار امتیازی بزنه برنده هست امیر حسین فیروزپور جوان هست بزنه آمادگی بالایی رو داره آره میره بر فن کمر صدر فن کمر رو به اجرا بذاره کمتر 20 ثانیه با این کشتی حساس و نفسگیر فاصله داریم همچنان در سرشاخ صدر فیتو رو به اجرا بذاره فیروزپور داره فیرو فیتو خودش در کمند حریف اسیر میشه یه فیتو اجرا میکنه میتونه که ضربه فنی کنه حریف خودشو یه دو امتیاز دیگه میگیره و کشتی رو الان 7-1 میکنه 2 ثانیه 1 ثانیه وقت کشتی به اتمام میرسه در یک کشتی جذاب و دیدنی کامران قاسمپور موفق میشه با نتیجه 7-1 حریف خودش رو شکست بده.